با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم یک ویدیو دیگر را. یه جوراب داریم از داش محمد. محمد اسم تو گفتم بذار محمد خطر شد شد نشد میرم ژاپن ها. این چرا برای خودش جنگلی جنگلی میکنی. خیلی خوش اومدی بچه های عزیزم. محمد زده شد شد نشد میریم ژاپن. چه جوراب؟ یک جوراب هایی داره، یه جوراب داره اسمش چی بود؟ من محمد هستم. محمد نه چی نوشته بود؟ محمد من محمد هستم یا فقط محمد؟ محمد. آقا خیلی خوش اومدید. ویدیو رو میسپاریم به داش محمد. سلام خدمت دوستان گل و امتی. بازم من اومدم بعد از مدت ها. بازم شرار دل رو دیوونه کرده. سلام علیکم کنم. انشالله که هر جا هستید حال دلتو خوب باش و همیشه رو به راه باشید. آره بچه ما امروز اومدیم متفاوت بشینیم. دوره هم سرد بود، از بیرون اومدیم کنار شومینی نشستیم. البته من عادت دارم همیشه با شلوارک کردن. یه نفر میگه چرا لختی؟ بسخواهی ببخشید خونه خودمونه. لخت نیست شلوارک کامونه. بچه ها بریم داشته باشیم ویژه برنامه با زرمیارا. فقط قراره بخندیم. زرمیارا کیه؟ کسیه که فقط جوک میگه. فقط جوک. بریم ببینیم. من دوست دارم. اولین باره فکر کنم میبینیش. نشیدم. خب بریم داشته باشیم. با تشکر از محمد سنگی. سلویه کاری با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک یور ترستد بینک برای شما تقدیم میگردد. سلام بر شما ای دوستانی کسی که تیره عاشق خورده باشه. اوله برادرم این من چی گرزیم که همی کنیم هلی بچه داده به نام بسیری کلولا ادا چیز در میاره. سن بالا سن پایین، بچه پیر مرد پیر زن زن دختر بچه خانه دار بچه دار بیاییم بره بازار. تردی صدا میکنه بس دیگه. اشتاونی خوب این تیار این جلو بیتر این فرور اگه من توش نکشی دو کنی سیدی این همی دزی که بخور خودم بابا دزی نزن آجی همش خنده است که از من یک دم دوتا مونی الو باشش تو بخرون ای فا مبابه داغ داغ است فامیدی تو یک رز گیرم خوام همه تو رستیم بابی این آنچه خواهی دیده اگر من او را مرد نمی ساختم امروز جرد بله باش خاله محمد خان مادر کلانش گفت بچه را بیاریم که بچه را ببینیم. اینجا خسرو نایم است کی آده تو گرفتم در نیفن میزنم تا که ایگم تو در کابل جنگ جنگ تازه آنچه خواهید تازه شروع میخواد بشه گم 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 اینجا خانه گپ شماست. خانه قصه های وطنی. جایی که مهمان های عزیز دعوت میکنیم. ما یاد خاطره های وطن را زنده نگه میداریم. سلام. دختری بونی از امیدت منی میگن گردن گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز. طوری که دوستا گفتن بله با گپ جمع گپ نقطه وصل شما هموطنان عزیز و خانه و مهمان خانه ما خودتان بسیار خوش آمدین. اینمی دیگه جایی است قصای وطنی ما گرم و تازه باشه و همکارای عزیزم سلام برسه. علیکم السلام. سلام باشه. زنده باشین. تشکر. من جون یک چیز کشف کرده بودم که امی چهره رو دیدم من نام مونم. دیگه برای فعلا نامه یک برید تا دختر خانم ما انتخاب کردیم. نام وحیده جان باید مالیه باشه. مالیه. وحیده جان چه لباس قشنگی داشت. نام بسیرا جان نگی نباشه. چی خاطر؟ مثلا
امی احساس میکنم چیرهایتان به اون نام میخوانه. خود احساس نمیم. باز من بگم میخوادت چیرش به فاد میمونه؟ نه از خود به اقنام دگره. پس از تالارهای عروسی تاونین کنتری بخاطر تالار زیبایی که در اختیار ما دادن تاونین کنتری عروسی های مجلل و سپاس از پاپی بانک یور تراستد بانک به خاطر حمایت مالیشون از برنامه گپ جمع گپ. نمایندگاه این بانک در سراسر کالیفرنیا موجود است برای باز کردن حساب بانکی و مالیات بیشتر به حسابشون www.poppy.bank مراجعه کنین. و مهمان ویژه ما که همه ما به صبرانه منتظرش بودیم و شما دوستا و عزیزان منتظرش بودین که بیاین و قصه کنین. مهمان ویژه ما دوستا کسی است که سالهای سال به لبهای شما خنده آورده، تقلید صداهای مختلف استعدادش امت فوق العاده داره و اجراهای زیاد در استیج‌های ملی و بین المللی داشته. Yes. در کشورهای مختلف سفر کرده، با هنرمندهای مختلف از دنیا دیدن کرده و یک جا روی استیج‌های بزرگ اجرا داشته. انسان شوخ‌طبع و خوشخلق و امت 100% وطنی است. به افتخار سالار خنده و ستندآپ کمدی افغانستان آقای زلمه آرا کف بزنید دیگه. آرا صاحب، آرا صاحب، السلام. من الان دقت کردم پیرنش من شبیه منه. آره رنگ شایون هیدی با تو چه گوی ناز همه بوسم. سلام خورک گل نازم آوا جان قندول من، سلام برسن سیرت جان نازنین و همچنان نازنین بچه اوبای جان قندول. من هم افتخار میکنم، افتخار پیش از اینکه من برنامه را آغاز کنم یک بر شما یک توفقه کتا دارم. من دیدم من گفتم به خدا آراس فقط یک سلام است میگه که سلام بر شما ای دوستان گپ جمع گپ، سلام بر شما ای دوستان گپ جمع گپ، همیشه باشین با عزیزان خود بر لب و جب، همیشه باشین با عزیزان خود بر لب و جب. امروز المعیده برنامه مهمان شماست، امروز المعیده برنامه مهمان شماست، با حفیظ جان و همکاران گلش جاست. سلام بر شما ای دوستان گپ جمع گپ، گپ جمع گپ، همیشه باشین با عزیزان خود بر لب و جب. ای خدا افغانایم را همیشه خوش داشته باش، ای خدا افغانایم را همیشه خوش داشته باش، از مشکلات و مریضی و غم دور داشته باش. سلام بر شما بینندگان گپ جمع گپ، همیشه باشین با ما فامیل آی خود بر لب و جب. سلام بر شما بزرگان نمود خانه هستین، سلام بر شما بزرگان نمود خانه هستین، خدا کم نکنیدان که برکت هستین. سلام بر شما عزیزان گپ جمع گپ. خیلی قشنگ محمد قشنگ محو شد. نه خب رفتم تو بینم چی دیم رفته داخل هرچی میگم بیا بیرون داداش بیا یه جان خوبه از این دو محمد خطر داشت. محمد نگاه نگونیدش اینجوریه، گاهی وقتا اونجوریه، بعضی وقتا اینجوریه. جمع گپ، اما تو آواز دخترانه بکش. سلام بر شما های دوستان گپ جمع گپ، همیشه باشین با عزیزان خود بر لب و جب، بر لب و جب، بر لب و جب. افتخار آراس بزرگوار زلمه آرا که میایه و فضا یک تکه شادمان و پر از سرور و خوشی میشه. من هم از وجود شما جوانا زنده باشه افتخار میکنم، به پدر و مادرتان افتخار میکنم که همچون فرزند را به جامعه خود
یعنی ادا کرده که شما خدمتگزار وطن هستین، گلهای وطن هستین، اسپیشل خودت نام خدا زنده باشین مهربان عزیز من، یک جهان سپاس. من از طریق همین کمره اسپیشل برای جوانایی که احترام پدر و مادر دارن، احترام فرهنگ خود دارن، رویای نازتان میبوسم، دستای بزرگای خود میبوسم، ان شاء الله به خدمت. من احترام واقعی به پدر مادر رو از محمد دیدم، جدی میگم. رفت خودش یه مسائلی من از زندگیش میدونم، بسیار خانواده دوست، بسیار پدر دوست، مادر دوست، صداشم. یک چیزیه که خیلی 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 حال خوبی بهت میده وقتی تو داری از نزدیک میبینی، لمسش میکنی. من انقدر این عشق و محبت و داخل محمد و همراه پدر مادرش دیدم و دارم میبینم، واقعا هیچ جایی ندیدم. خودت هم اینجوری میتی جان؟ جدی میگم اینو، اینو واقعا از ته دل گفتم. بحث پدر مادر احترام شد، بزنید یه لایک بفته پناج محمد. داشت محمد درست ازمش خطره، ولی واقعا دلم اینقدر کنچشه. مت مردم خود هستم، مردم خود دوست دارم. بسیره را دوست دارم. زنده باشین. حفیظ را دوست دارم. مرا دوست نداری؟ من دوست ندارم به خاطر از این که تو یک رزگی ماندی. از این بود نمرای تو کار دارم. زما گران خور دیر قربان شما. من نه آراس بزرگوار همه ما یک جا میگیم آرا 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 امروز باید خنده زیاد کنیم به خاطر که کل عزیزای ما که میبینن منتظر از این هستن که امروز تمثیل شوه، چندین صدا را بشنون، فکاهی گفته شوه، قصایی که آراس درباره خود داره و درباره جوانی و نوجوانی و کابل و این طرف و مهاجرت، این قصا را بشنون، در پالیش خنده هم کنیم، فکاهای خاطرات گذشته، فکاهای نو دیگه، این قصوال است که گپ است که بیندازه. حالا دیگه بسیره جان نوبت می بیشی دقت کردی؟ چی؟ این الان توی افغانستان ساخته شده؟ نه این آمریکاست. انا امریکان. این حفیظ محمدی برنامه هاش داخل افغانستان بود، طالبان که اومدن الان امریکای امریکا برنامه اجرا میکنه. مثلا مهمونا مهمونایی که مثلا خواننده آدم های خیلی میدونی برای چی پرسیدم؟ پشت زمینشون رو ببین بچه تو استودیو افغانستان اصلا اینجوری نمیکنه، همه رو محلی میرفت. بعد من یه لحظه داشتم نگاه میکنم چی شما افتاد پس زمینی که پشتشون، و سر اون مدت گفتم داخل افغانستان یا نه امریکای. بله. بسیره جان بگو گل خالی خود. اول خوش دارم دوست دارم برتون خوش اومدید. ما تا گرم بگویم که آمدین امی برنامه ما رنگین ساختین. قربان سر چوا خالی. تشکر زنده باشی. اما تو گرم از پذیرایی میکنم که همیشه سرفراز باشی. همیشه با تنکای نام خدا متواره بود یا گپ خوبش باز بزن مرا دیگه، مرا خوب تخریب کردی حالا. ما دیگه که تو را اما تو رکایی نجوام ساجق و پوخانه نکنم قرار هستید نکشم دفع مانم گل خالی خود آدم سس قشنگ میجوی بزن پادش میکنی پد بیتری که متوجه شدم خود میگه هر سخن جای هر نقطه مکانی دارد در جای خود چخ نکنه یک دفعه اجازه گرچی گفتن که میگه از ریزا بلا از ریزا بلا خیزه ریزا هست از ریزا بلا خیزه نام خدا برای تفتخار میکنم مگم بچی هر جای قطق نزد خوب بریم مقصد خوب حق فواد خدا ده نمیشه ما را آزار میدنه خوب از امروز شما خیلی را میدنه تای در این همین جام او چون تفلایی است که دو دستش نباشه در پوچی آدم میدونه نه او گوهی شده کن سعی دوگه و لاغه یه چی دو بگویه بول دیگه بشتو کش بشتو کش دیگه آراس کجا تولد شدین؟ مکتب کجا خلاص کردین؟ بصیره جان گل ناز بیادر خود ما چوچه شهر کونی کابل هستم در کوچه سردار جان خان تولد یافتیم اولین موده که وقتی که در دنیا مبرامد صبحش دختر کابل بچه کابل میپوشید عزیز من در اونجا تولد در اونجا تولد یافتیم در مکتب وقتی که اولین بار از روی استیج برآمدم 7 ساله بودم یا 6 ساله بودم صنف 2 بودم یا در دمی بمب خیلی از بچگی بزرگ شده بچگی بزرگ نشد از بچگی توی
کمدی هم از بچه چیجی رو بزرگ شده؟ خب بچه که بزرگ میشه تنز اینه، همه ما مردم از بچه که بزرگ میشیم دیگه. بعد یه چندین سال هم سال داره سال درسته. خانه ما نزدیک مکتب بود، دمی بمب آواز مرغ میکشیدم که استاد دید گفت این بچه خدای مکتب است. وقتی که روز معلم شد آمد در صنف مرا پیدا کرد، گفت امروز روز معلم است، تو بالا میشی در سر استیش یک آزان مرغ به افتخار معلم ها میتی. آزان مرغ؟ آها مدرس شده مرغ بوده که این باز باز اونم بود که آیسته آیسته در مکتب ما گروه هنری بود و در پالویش معمی کار خود ادامه دادم، گرچه فامیلا قدر رضایت نداشتن. از جوانا دفاع کنم، مثلا ای نه امی دختره بر فوات نگیری. ها بگیریم به خدا، فوادم جوان شده هر شو ناراحتی میکنم. فواد هیچ خبر نداره، وخشت نیش آوردن درخزش نقله پاش بتیم. یعنی به هزارها زندگی یک جوان یک دختر بینمی شکل بر هم خورد. مرا از طریق مکتب زلمی جان غوث پیدا کرد. پیدا کرد، اونا یک برنامه داشتن به نام برنامه جوانه ها در رادیو. مثلا دخترها می آمدن شعر می گفتن، به استعدادها را اینا می کشانیدن به اجتماع. بازی وزم و دخترها مرا می بود باز می گفت خوب این زیبا جان امروز از لیسی آیشی درانی آمده شعر می سراین و این گپا. باز ما دیگه شما دیگه به صدای دخترها باز می رفتم. کسی که تیر عاشق خورده باشه، کسی که تیر عاشق خورده باشه، مدی آزار خوب آزرده باشه، هزاران داد و بیداد از جدایی، کسی که داغ عاشق دیده باشه. من دیگه هم هیدرزاده رو میشناسی؟ خب آره دیگه، این ظلمه یه هیدرزاده است، این ممنون نمیست نکته ریز جالبی. آره یه بال بود سرخی سرچه و میگفت تیز همین زیبا رو پیدا کنید از آیشی دیگه امثال از او. در محیط میرفتم، مثلا خدا بیامرزه مادر کلان من بعض یگان سر عروسا همو دکتاتوری و همو چیزا منطقه خانم های بسا با کرکتر بودن میگفتم. اما یگان گپک های کمدی دن بین میشه دیگه اف کورس یا ما اونمو را باید از ما تمثیل میکردم. حتی اولین شوخی های خوده ما به فامیل خود شروع کردم، از خانه شروع کردم. در جریان مکتب در ما در گروپ گلساخ چی بگم، من حالا بسات این برنامه دارم، این واقعیت کسی که میخواد استپ کمدی بازی کنه باید از خانواده شروع کنه که روش باز بشه، بتونه مثلا با دو نفر ارتباط بگیره. مثلا این میمونه، من مثلا با تو برخورد اول میخوام شوخی کنم روم نمیشه، ولی اعتماد به نفس اعتماد به نفسش میاره بالا. ولی مثلا وقتی یک بار تو خونه اجرا کنی حمایتت کنن اعتماد به نفست میره بالا. همینه اصلا، حمایت همینه. معرفی شدم میخواستم تئاتر گروپ مشهور تئاتر بیاموزم. او وقتا زیاد همی عسکری در همسنای شما بسیار زیاد، یعنی هر حکومت به مردم خود خیانت های خود کردن که راستی واقعا میره جدن برشان میگم. بله. یعنی نتونستیم گلای خود نگاه کنیم، مثلا شما جوانا و شما دخترای عزیزم، ما همه پرپر کردیم هر حکومت که آمد با کس روبرو شدین که هیچ اصلا خندهش نگرفته باشه یا بخی تکان نخورده باشه؟ محفل داشتم در پاکستان که آواز کمی زن که مثلا من تمثیل میکنم تصادف با آواز کدام خانم که مادر عروس است، این تچ میکنه به مو مشابه بیخی دیگه. یا وقتی که من صحبت کردم که دمی اسنا گفتم که آرون آرون، یک دفعه این خانم آمد مرد چرا آواز مرا میکشی؟ چون که خسرو نایم است، کی عادت داره؟ پدر گفت یه گال را این خواهد دارم او خواهد حالا یه خواهد کنم می دگه چی کنم؟ آواز مرا کشیده دگه چی کنم؟ یه را دیگه خیلی میشه بجای از یکی خنده کنم قار ویده جان کل ما وقتی که همچو کسی که خنده نمیکنه او به محیط نه به فامیل تعلق داره. وقتی که در یک فامیل شیر نباشه، خنده نباشه، شوخی نباشه، همین دکتاتوری و این چیزا باشه، اولاد سالم بار نمیآید. قطعاً همین. خدا بیامرزه پدرک من
همیشه با ما شوخی داشت، همیشه با ما مزاح داشت، میگفت بچه‌ها نشرمید، راحت باشین، آزاد صحبت کنین. باز محیط کابل ما شما در مرحله اول اینه که امنیت رو برای فرزندانتون در داخل خونه ایجاد کنید. امنیت از چیه؟ مثلا آقا یارو بچهش 14 15 16 سالش داره میشه دیگه افتاده داخل جامعه. ببین کلماتی مانند سیگار و سیگاری و گل و حشیش و فلان و مشروع و سکس و همه چی و اینا ناخودآگاه از بیرون به گوشش میرسه. شاید اگه پیش شما که بزرگ خانواده ای، مادری، پدری، نتونی نیازهای حداقل صدایی و کلماتی و اینا رو برای بچت فراهم نکنی، میره در جمع و محفلهای ضرباتی میخوره که هیچ وقت شما رو نمیبخشه. ما دیروز پیروز یه جایی بودیم، آقا محمد خودت هم میدونی، دو تا دختر سن پایین 14 13 ساله تو جمع بودن، بعد یکی میگفت نه آقا نیار این جلو، اون میگفت نه آقا نیار این جلو، نه فلان. این دختر خانوم وقتی کنار خواهرش، کنار داداشش، کنار پسر خالش، خب پسر خالش نبوده، شوهر مادر، شوهر خواهرش، مادرش خیلی خسته، درکش میکنم یه ذره، شما درکش کنار شوهر خواهرش. ببین امنیت براش ایجاد شده، محفل خودمانی بوده، یعنی قشنگ میتونسته همه کار بکنه تو اون راحتی. ولی حساب کن مثلا تو همچین جمعی بره تو غریبه ها، پسره یهو بهش رحم نمی کنه، اون فیلم ازش میگیره، اون چیکار میکنه، اون چیکار میکنه، اصلا فیلمو بذاریم کنار، ولی مثلا تو جمع میبینی بهش یه دونه تعارف میکنه، یه ذره بهش میدن، بچه خراب میشه. واقعا هم امنیت خانواده‌ای که میگن خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا ما فراری بودیم؟ یه سری الان فراری هن از خانواده، یارو جرأت نداره، آقا تو نیازشه، دوست داره، مثلا یه دختر باش در ارتباط فلان، جرأت نمیکنه به خانواده بگی، چون یک زندگیش باهاش مخالفت داره. و داستان‌های عجیب غریبی که در تربیت فرزندان خیلی مهمه. وای در جان گل ما کل مردم یک ریلیشنشپ خوب داشتیم. آراس بزرگوار همین یک آراس پیشتر، آراس یک نفر نیست. یعنی ما دیدیم که یک بار یک خانم میشه، یک بار یک مرد میشه، یک بار صداش تغییر میکنه. یعنی آراس در اصل چند نفر است؟ 15 نفر است؟ 20 نفر است؟ که یک نفر کاراکتر دیگه میرین؟ یعنی تقریبا برات بگویم که اضافه فعلا یک ده 15 دانه، ده دانه 15 دانه، 15 دانه آواز میتونم به خاطر اینجا آراس اجرا داشته باشیم. معمولا که روبرو میشین با دوستا و عزیزا که میخواین که یک دل خدای اخ کنن، چی از شما تقاضا میکنن که یک طنز بگو، یک فکوی و یک چیز بگو درباره از نمی چیز زیاتر کی توقع میکنه شما؟ والا زیافتر مادر امی خوشو خوشوا میگن، از آروسا، از آروسا، آروسا از... باز از خوشوا را میگن، نه نه باز آروسا، باز خوشوا از آروسا و بچهای خود، خب بچهای خود میگه ها شکایت داره، میگه بچیم هر چی کی میگه به میدولش میرخصه. بازار آقا ممنونم، ممنونم. برنامه رو اینجا به پایان میرسونیم. داشت محمد خود تایم ویدیو بالا رفت و با حال بود، زمه یارا هم جاهای خوبش مونده. ببین واقعا حال کردم، ببین کمتر کسایی هستن که بتونن واقعا مردم بخندونن. یکی شاید استعدادش رو داشته باشه تو جمعی که با دو تا رفیق میشینه شوخی کنه، ولی تو جمع زیادی نمیتونه این شوخی رو کنه، این استعداد رو داره ولی نمیتونه. ولی همین کسایی واقعا خوبه. الان من درسته بچه مثلا مال کشور دیگه است، ولی من متوجه مکالماتش شدم، فهمیدم، شاد شدم، دمت گرم، واقعا حال کردم. هنرمنده، در دستش در نکنه. مرسی از آقا محمد، صادق شد، خیلی لذت بردیم بچه ها، دوست داشتین ادامه شم بیزن، مراقب خودتون باشید. بای بای.